برگشتیم دوباره با یه برنامه خوب. به کسایی که ویجیتریانن وگانن، ما خیلی وقت قول دادیم زیاد تو کار غذا وگان نیستم، ولی برای ویجیتریانا خیلی غذا میتونم درست بکنم و غذا خوبی میتونم بهتون یاد بدم. خب به هر حال ما به همه قسمت‌ها پرداختیم الا ویجیتریانا، براتون غذا درست میکنم، غذا خوشمزه. این نیستش که یکی ویجیتریان باشه دیگه غذا خوشمزه نخوره. بهتون غذا خوب یاد میدم و امیدوارم که خوشتون بیاد. این غذایی که میخوام بهتون یاد بدم تقریبا به شکل یک کوکوه، اما ما به شکل برگر در میاریم و اسمشو میذاریم کوکو برگر. خیلی مقویه، سرشار از ویتامین هاست و پروتئین. برای پروتئینش هم تامین پروتئینش از قارچ استفاده کردیم و تخم مرغ. اینو براتون درست میکنم تا ببینید که توتی هم نمیذاره به چه شکلی آماده میشه. خب البته اینم بهتون میگم، جدیدا ما فیلم که میگیریم کنار قفسش میگیریم، ناراحت میشه میگه چرا اومدید این دور و برا. خب همه هم دست خواهرم شاکی هم میگن چرا تو فیلماش صدای توتی میاد. اون بنده خدا توتیشو رد کرد. اون توتی ها رو من تقریبا 14 سال پیش بهش هدیه دادم و هنوزم داره و نگرش میداشته. خب بریم سراغ مواد اولیه. پودر سوخاری داریم اینجا، از هر پودر سوخاری استفاده کنید مشکلی نداره. کره داریم، تقریبا به اندازه 30-40 گرم کره میخوایم، من ازش میبرم. دو تا دونه تخم مرغ داریم، اینم نخود پخته است. یه دونه کنسرو کامل گرفتم، تقریبا وزنش 250 گرم در میاد. قارچمون تقریبا 4-5 تا قارچ نیاز داریم. حالا میزانش دیگه بستگی به خودتون داره. 20 گرم سبزی جعفری داریم، دو تا سیب زمینی کاملا آبپز بکنید تا جایی که بره برای له شدن. کلم بروکلی داریم، سیر 7-8 تا حب سیر داریم و اینجا هم که می‌بینید پیازچه داریم، 4-5 شام پیازچه داریم. بستگی داره که شما چه مقداری می‌خواید درست بکنید، اندازه هاشو میتونید تغییر بدید به هر اندازه که می‌خواید. حالا ادویه چی نیاز داره؟ ادویه نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، زیره و ادویه کاری. اونا رو هم میارم و بعداً بهش اضافه میکنم و بهتون نشون میدم. اما تو مرحله اول چیزایی که قراره با همدیگه مخلوط بشه، اولین چیزی که قراره با همدیگه مخلوط بشه نخود رو اضافه میکنیم و سعی میکنیم که کاملا آبگیری شده باشه. سیب زمینی رو هم بهش اضافه میکنیم، این از این. و همینطور هویجمونو، من یه دونه هویج برداشتم و این هویجم کاملا پخته شده است، اینم از هویجمون بهش اضافه میکنم. اینم تایچیلیه، یه نتفه تایچیلی، یعنی تقریبا 1/4 تایچیلی. و همینطور قارچارم توی همین مرحله بهش اضافه میکنم. دستگاه من قویه، اگه شما خواستید دستگاه دیگه داشتید استفاده کنید سعی کنید همه رو خورد بکنید و تکه تکه. اینم از این، اینم تو همین مرحله بهش اضافه میکنیم. و سیرامونم همینجا میتونیم بهش اضافه بکنیم، به راحتی اینا خورد میشه و استفاده میشه. خب این از این، من اینا رو مخلوطش میکنم و برمیگردم تا باقیشو بهتون بگم چیکار باید. خب بیس موادمون آماده شد. من برای اینکه تو وقت صرفه جویی بکنیم پیازشارم تا جایی که جاداش خورد کردم تو این مرحله، هم پیازشار رو بهش اضافه میکنم. اما پیازشار رو تو میکسر نریختم برای اینکه خودش رو داخلش درشت نشون بده و کارمون قشنگتر بشه و طعمش هم توی دهن بیادش. خب میریم سراغ زردچوبه، یه مقداری زردچوبه اضافه میکنیم بهش، تقریبا به اندازه نصف قاشق چای خوری. و همینطور زیره، اینم به اندازه نصف قاشق چای خوری. و ادویه کاری به اندازه‌ای که دوست دارید استفاده بکنید، اینم از ادویه کاری. ادویه کاری فکر میکنم یه مقداری بیشتر بهش بزنیم خیلی بهتره. خب اینم از این، اینم از کرمون، کررم آب کردم و تو این مرحله بهش اضافه میکنم. و همینطور پودر سوخاری، پودر سوخاری موادمون تقریبا باید پودر سوخاری به اندازه‌ای بزنیم که سفت بشه و بتونی دیگه به دست نچسبه. مقداری از پودر سوخاری رو الان اضافه میکنم و بعدم شاید اینا رو توش قلط دادم. خب اینم از پودر سوخاریمون، به اندازه تقریبا یه استکان کوچیک پودر سوخاری. و اینم از
تخم مرغا و میریم سراغ مخلوط کردنش. خب این از این و فلفل سیاه به اندازه یه قاشق چای خوری، فلفل سیاه رو هم سعی کنید درشت خورد بکنید که خودش رو توش نشون بده. نمک هم به اندازه لازم، یه مقداری خوش نمک باشه بهتره، نمک هم یه قاشق چای خوری براش کفایت میکنه. اینا رو میکس میکنم و برمیگردم. خب این از برگر سازمون، برای اینکه زیاد با دست این چسبندگیش زیاد، البته بخواید حالا من میخوام شکل برگر درستش بکنم، اگه شما بخواید به شکل کوکو هم میتونید درستش بکنید و اینکه دیگه نمیخوام زیاد کثیف کاری بشه. این از این و تمام قسمت ها پخشش میکنم، یه پلاستیک دیگه رو میذارم و میریم برای گرد کردنش. اینم از این، یه فشار کوچیک میاریم که این شکل بگیره و تموم. این از این، ببینید به راحتی از پلاستیک جدا میشه و به شکل یه برگر در اومد. خب حالا کاری که میکنید اینو به همین شکل برش میگردینید توی ظرف و پودر زخاری به تمام قسمتاش سعی میکنید که اضافه کنید. دیگه دستش نمیزنید، کنار میگیرید و میتونید با یه کفگیر داخل مایتابه بذارید و خیلی راحت کارتون رو شروع بکنید. من یه دونه دیگه بعدا درست میکنم و میریم پای گاز بهتون نشون. خب اینم از این، نگاه کنید به راحتی، فقط اینا رو یه تکونش میدیم که بریزه و خیلی آروم میذاریمش داخل روغن و سرخ بشه. نون برگر آماده است، همه چی آماده است، میریم برای پختنش. فقط شعلهش رو زیاد نکنید، اول شعلهش زیاد بشه و بعد شعله رو کم میکنید که کاملا مخفوق و خوشمزه بشه. اینم از کتلت برگرمون و کوکو برگرمون البته. خب اینم از این، من کاهو گذاشتم، گوجه گذاشتم و یه دونه هم پنیر میذاریم و اینم میریم روی تاپش به این شکل. به به، یه دلی هم از ازا در میاریم امشب. اینم دیگه حالا که سرخ کردنی میخوریم سس مایونزم باهاش بزنیم. البته سس مایونز با فلفل سیاه خیلی محرکه میشه. اینم از این و اینم میره روی تاپش. خب غذای ما آماده شد و امیدوارم که بذارید بدم کناراشو کنار و امیدوارم که بپسندید و اینو درست کنید، کنار عزیزاتون میل کنید. دیگه وجیتریانا نیام، باورتون نمیشه من کلی مسیج دارم آقا بس دیگه نکشید گاو و گوسفند و بروام. اینم برای وجیتریانا درست کردم و اینکه بدونید به فکر شما هم هستم و غذا وجیتریان هم آموزش میدم. اما باید کسایی که بیشتر تو چنل منن طالب غذاهای ایرونی هن، طالب کبابان و کارهای جدید، سعی میکنم که یه پکیج باشه، هر چیزی که دلتون میخواد بتونید تو این چنل پیدا بکنید. در مورد ساندویجا هم من سوال کردی، در مورد سوسا سوال کردی، بذارید من یه چیزی بهتون بگم. تا امروز فکر میکنم ما تقریبا 456 غذا آموزش دادیم. هر غذایی که میخواید سرچ کنید روشش رو بهتون بگم. قرمه سبزی بزنید، قرمه سبزی همراه با جواد جوادی، اگه من داشته باشم تو سرچ یوتیوب بالا میاد. یا بزنید ساندویج ویژه جواد جوادی میاد بالا، کباب برگ جواد جوادی. اگه من اون غذا رو داشته باشم زمانی که سرچ میکنید جواد جوادی رو بنویسید حتما میتونید پیداش بکنید. من غذایی که آموزش دادم باورتون نمیشه، 100 تا مسیج دارم غذایی که آموزش دادم، هی آموزش دادید. فقط کافی شما یه سرچ بکنید، تو گوگل هم اگه سرچ بکنید بالا میاد، چون یوتیوب برای خود شرکت گوگل، اینا همه به هم دیگه زنجیره وار پیوستن و اگه چیزی داخل این سرچ را سرچ کنید به راحتی میتونید پیدا کنید. به هر حال بازم اگه غذایی بود که من آموزش دادم، این اینستاگرام من هست chefjawad.jawadi، میتونید بیاید اینجا و برام پیغام بذارید تا من براتون تو اولین فرصت درست کنم. اشتراک گذاری یادتون نره، هوای ما رو داشته باشید، ما هم شما رو خیلی دوست داریم. خدا رو نگهدار.